دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. در ادامه داستان خود، آگاهی و عشق هستیم. در آخرین ابیات نینامه، در جلسه قبل صحبت‌های مبسوطی در رابطه با هویت انسانی، اون چیزی که ما بهش میگیم تشخص و من هویتی یا ایگو و همین اینجور ضمیر ناخودآگاه فردی و یا جمعی، در هر دو مورد صحبت‌های مبسوطی ارائه داده شد و توضیح دادم که وقتی که ما از ضمیر ناخودآگاه جمعی صحبت می‌کنیم، نمادی مثل نماد پدر آرمانی در حقیقت یک انرژی ماسکولار هست که این وقتی که در وجود شخصیتی ما جریان پیدا کنه، ما شبیه میشیم به یک پدر آرمانی، مستبد همینجور، مادر همینجور و خیلی صحبت‌های دیگه کردم. اما اون چیزی که خیلی مسئله مهمیه که تو صحبت‌های جلسه قبل من بود که رب پیدا میکنه به این هفته، ما اومدیم گفتیم که شما در روان انسان که توضیح میدن، شما اینجور در نظر بگیرید که ما یک ضمیر ناخودآگاه داریم. این ضمیر ناخودآگاه فردیه، فروید بهش میگه فردی، یونگ بهش میگه سایه ها. این هر اون چیزی رو که در این هست، هر اون چیزی که در این هست به عنوان سایه، از رحم مادر شروع میکنه در ما شکل گرفتن. یک جریانی قرار داره بین هوشیاری ما و این ضمیر ناخودآگاه که همیشه این ضمیر ناخودآگاه رو مثل دیگی که یه سرپوش روش میذارن، روش رو میبنده. ما به این میگیم ایگو و نمیذاره که اون سایه ها، اون ضمیر ناخودآگاه فردی به قول فروید و سایه به قول یونگ، از لای این در قابلمه بزنه بیرون. کجا میزنه بیرون؟ جایی که عصبانی میشی، خشمگین میشی، جایی که بسیار خوشحال میشی، جایی که مضطرب میشی، هیجان زده میشی، جایی که میترسی. تمام اون چیزی که در این ضمیر ناخودآگاه هست فشار میاره و از لابلای این ایگو میزنه بیرون، این در قابلمه، اینجوری بخارا میزنه بیرون. بعد وقتی خودتو در ترس میبینی، وقتی خودتو در ناامیدی میبینی، وقتی خودتو در اوج موفقیت و پیروزی میبینی، هیچ کدوم فرق نمیکنه. اون ایگو نمیتونه کامل ببنده. یعنی ایگو گفتیم چیزیه که میخواد هر اون چه که در این ضمیر ناخودآگاه هست به بیرون معرفی نشه. تمام کار ایگو همینه. و ولی میزنه بیرون و ما خودمون رو اونجوری که در درونمون هست معرفی میکنیم. جاهایی که داریم از حسادت نسبت به یک نفر، از کینه نسبت به یک نفر رنج میبریم و میخوایم بپوشونیمش، این در حقیقت ایگوه که روی این رو میگیره و نمیذاره بیاد بیرون. حالا یه جاهای خودمون رو لو میدیم، از لابلای این در قابلمه میزنه بیرون و طرف مقابل میفهمه که او من دارم حسادت میکنم. درسته؟ گفتیم اینا سایه هاست بر گفته یونگ و در زیر اون ضمیر ناخودآگاه جمعیه. ضمیر ناخودآگاه جمعی در حقیقت یک انرژیه که در بستر تاریخ هر اون چیزی که شکل گرفته، شما فرض کنید یک لولی، یک لایه‌ای وجود داره در این جهان که وقتی من شکل انسانی میگیرم اون لایه رو درک میکنم. این تمام تجربیات تکاملی بشره. هر اون چی که بشر و حتی از اون فراتر حیات در طی این 500-600 میلیون سالی که تکامل میگه حیات شکل گرفته، پرسلولی ها اومدن، از اون بگیرید تا دایناسورها، بیاین تا آدمیزاد، تمام این جریانات و شکل‌های کهن الگویی این در من انسان میتونه
جلوه داشته باشه. قبلا هم مثال زدم، 2-3 سال پیش بود شاید، شما زمانی که از خواب بیدار میشین و وحشت زده در خواب دیدید که مثلا به وسیله یه تمساح دارین خورده میشین یا یه سگ وحشی بهتون حمله کرده، بیدار که میشین از خواب یک صحنه کابوسه، نمیدونید خوابید یا بیدارید، داری در بیداری هنوز دارین جیغ میزنین، بهت زده این. اینها از آثار ضمیر ناخودآگاه جمعیه. خدا میدونه در زیر این قشر ظاهری مغز، قشر بالایی مغز، کورتکس مغز، کدوم سلول وقتی که شما خواب بودین که متعلق به اطلاعات 200 میلیون سال پیشه که در اون سلول هست و اینها در ما وجود داره، متعلق به 5000 سال پیش امپراتوری فلانجاست، در شما بیدار شده و جلوه نمایی کرده و اون الان برای شما کاملا ریل و واقعیه. تا یه مدتی از خواب بگذره، حالا 2-4 ثانیه متوجه میشین که نه، تو اتاقتون هستین، مثلا میگم در جنگ فراعنه مصر شرکت نکرده بودین، شمشیر بهتون نخورده. اما این همه این خاطرات، همه این ضمیر ناخودآگاه جمعی با ماند، ما رو هرگز رها نمیکنن. و بسیار در سلول های مغزی ما این اطلاعات انباشته شده است و هر کدوم میتونه حتی در زمانی که خواب هم نیستی یک پرده ای جلو چشمت میاد، یک شبحی رو میبینی، فعال شدن این هاست. اینا همیشه با انسان هستند و اون ضمیر ناخودآگاه جمعی در زیر این سایه ها قرار داره، در روی سایه ها ایگوه و در روی ایگو این هوشیاری که من و شما الان با هم داریم صحبت میکنیم. اینا خلاصه ای از حرفای هفته گذشته من بود. اما من یه چیزی رو هفته پیش گفتم و گفتم که تمام اینهایی رو که من دارم صحبت میکنم، تمام این ضمیر ناخودآگاه جمعی، مولانا به اینها میگه یک چاه شور. میگه آقا نه که اینها به درد نخورن. دیدید مولانا صراحتا میگه بله، اگر دور شهر رو ببندن همین چاه شور به دردت زیاد میخوره. نه اینکه ما میگیم اینا رو بریزین دور به دردتون نمیخوره، ولی ما میخواییم از یک جریانی در انسان صحبت کنیم که به مراتب از هر اون چه که تا حالا گفته شده در این مسائل این شکلی عمیق‌تره. و این صحبت‌ها صحبت‌هایی که برمیگرده به خود و آگاهی و ارتباط خود با آگاهی و در این میانه مسئله عشق. صحبت‌های من ممکنه یه مقداری پیچیدگی‌های خودشو داشته باشه، به همین خاطر می‌طلبه که کاملاً توجه بداده بشه به صحبت‌هایی که گفته میشه، از کلام اول تا کلام آخر قدم به قدم با من بیاین تا ببینیم که ما چی رو میخواییم روشن کنیم. در حقیقت این دو بیت رو شما توجه کنید، تمام این صحبت ها رو کردم که این دو بیت رو روشن کنم. عشق خواهد که این سخن بیرون بود، آینه قماز نبود چون بود. میگه من میخوام راجع به همین مسئله یک خودی که فوق‌العاده متفاوته با این چیزایی که تا حالا شنیدی صحبت کنم، یعنی مولانا. اما وقتی که آینت صاف نیست به اصطلاح خودمون چجوری میتونم بگم این چه حرفیه که ربط به یک آینه داره؟ و اصلا این آینه یعنی چی؟ این آینه در کدوم قسمت وجودی ما هست؟ در کجای سرزمین وجود ما هستش؟ و چرا آینه؟ در وهله اول من این رو روشن کنم، آینه کاملا به حساب به کار اومده، روی قصد آینه گفته شده، یعنی اینکه میخواد مولانا از یک ساحتی در ذهن ما در سرزمین وجود ما صحبت کنه که این هر اون چیزی که در وجود میتونه وجود داشته باشه در
این آینه ذهنی ما میتونه عکسش باشه، میتونی تو این رو ببینی، تو میتونی از این یه تصوری داشته باشی. هر اون چیزی که مشهوده، مثل میز، درخت، ستاره، خورشید که داریم میبینیم، و مثل هر آنچه که نامشهوده به این راحتی دیده نمیشه. فرشتگان، نمیدونم خیلی چیزایی تو این زمینه، مسائل درونی و برید خیلی از اینا بالاتر، چیزایی که فرم مادی ندارن. این فقط به یک وسیله درک میشه و اون وسیله آینه یه در وجود انسان. اون آینه صاف نباشه، هر چی داری میگی وقت تلف میکنی. این آینه چیه؟ خب بعد مولانا دیگه آینه رو الان توضیح نمیده، فقط میگه این آینه است. بعد میگه آینه دانی چرا غماز نیست؟ میگه میدونی چرا آینه صاف نیست؟ زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. این حرف یعنی چی؟ مولانا میخواد به چی اشاره کنه؟ مولانا میخواد از چی حرف بزنه؟ که چه آینه غماز نیست، زنگار یعنی چی؟ ببینید، من از اینجا شروع میکنم داستان رو، اون چیزی رو که دارم صحبت میکنم. شما تقریبا هیچ روش عرفانی، هیچ روش حتی دینی به شکلی که عرفا دیدگاه بهش دارن، نه دینی به شکلی که کشیش یا آخوند داره، نه دینی به شکلی که عارف بهش دیدگاه داره، شما پیدا نمی کنید که راجع به این موضوعی که من دارم میگم این نظر رو نداده باشم. من دارم راجع به یه موضوعی صحبت میکنم که در همه مشترکه، در هندویزم مشترکه، بیاین توی اوپانیشادها هست، بیاین توی عرفای مسیحی هست، بیاین توی عرفای اسلامی هست، برین در زرتشت پاک و بزرگ وجود داره. همه اینها رو به یک کلامها و به یک شکلهایی گفتن و همه روش مشترکن. ممکنه در یک شاخه هایی با هم فرق کنن. اگر دوستان آشنایی دارن به حرفایی که من میزنم، من دارم روی کلیات صحبت میکنم، میدونم در یک شاخه های اینها از هم جدا میشن، اما کلیت اینیه که من دارم میگم. کلیت اینه که واقعیت نهایی قابل درک برای انسان در جهان یک وجود واحده و اون چیزی که وجود واقعیه و وجود توهمی نیست، این وجود واقعی و مطلقه. توضیح دادم وجود مطلق یعنی اینکه وجودش به هیچ چیز دیگه‌ای مشروط نیست، بودنش یک وجودی هست که این وجود به هیچ عنوان به هیچ چیزی مشروط نیست. الان منی که اینجا در خدمت شما هستم وجود دارم دیگه، ولی وجودم مشروطه. هوا نباشه دیگه وجود ندارم، آب نباشه وجود ندارم، و یه خطری بیاد وجود ندارم. هر چیزی همینه. یک درخت وجود داره، اما وقتی که آب نباشه، خورشید نباشه، وجودش از بین میره. این وجود مشروطه. ولی ما داریم از یک جریانی در هستی صحبت میکنیم که این جریان در هستی به هیچ چیزی وجودش مشروط نیست. مطلقاً این وجود مطلق مطلقه، یعنی به هیچ چیز بحثی نداره. همه باشن ربطی به وجود اون نداره، همه هم نباشن ربطی به وجود اون نداره. به این در اصطلاح هندویزم یا شانکارای میگن نفس جهانی، روح جهانی. به این نفس و روح جهانی میگن. در اصطلاح ما
یعنی منظورم عرفای اسلامی و فیلسوفای اسلامی به این میگن وحدت وجود، در اصطلاح غربی و فیلسوفای غربی به این میگن پانتئیزم. پانتئیزم یا وحدت وجود یا روح وجود یک جریانیه که همه این رو گفتن، اما با یک تفاوتهایی. من با تفاوتها کار ندارم، من فقط میخوام یه حرفی رو باز کنم ببینم این آینه چرا غماز نیست، این چی میخواد بگه، اصلا آینه چیه. مجبورم وارد این داستان ها بشم. شما توجه داشته باشید، ما وقتی که داریم از وجود صحبت میکنیم، نهایی ترین مرحله‌ایه که ما قادر هستیم بریم، از اون نهایی تر نمیریم. بسیار دقت کنید، ما راجع به خدا حرف نمیزنیم، نه شانکاره، نه هندویزم. اینها وقتی که دارن صحبت میکنن و اسمشو مثلا میذارن برهمن، یک وجود مطلق، ما هنوز راجع به خدا صحبت نمی کنیم. ما زمانی که میگیم وحدت وجود، این نکته خیلی مهمه. ببینید، یک زمانی من صحبت کردم، صحبتم این بود که یک چیزی وجود داره. حالا ما میگیم وجود داره، چون اصلا نمیدونیم وجود داره یا نداره، اصلا چی هست، نوع هستیه، نوع نیستیه، چه جوریه، نمیدونیم. کاملا در پرده غیبه، کاملا بر ما پوشیده است، همون چیزی که ما اصطلاحاً بهش میگیم خدا. اما کوچکترین چیزی راجع بهش نمیدونیم، هیچ کس نمیدونه و هیچ کس هم ندونسته. میدونیم یه چیزیه که اصلا نمیدونیم چیه. ما با اون کاری نداریم، از اون یک جریانی ساطع شده، نزول پیدا کرده، که این جریان کمالی که نزول پیدا کرده و قابل درک شده و اومده عقل کل رو ساخته، توجه میکنید، روح مطلق رو ساخته. تمام این جریان یک جریانیه که بهش میگیم وجود. ما همینقدرشو میفهمیم که این یک وجوده که لباس هستی به عقل میپوشونه، لباس هستی به ملکوت و روح میپوشونه و لباس هستی به این طبیعت میپوشونه. اما در اعماق این و در پشت این چه جریاناتی وجود داره، مطلقاً کسی صحبت نمیکنه. ما فقط میدونیم در وحدت وجود که این وجود واحد، این وجود رنگ و بوی چیزی رو داره که ما بهش میگیم خدا، بهش میگیم الوهیت. و تا این اندازه میتونیم بریم، تا مرحله درک وجود مطلق میتونیم بریم. از اون به بعد نه کسی رفته و نه کسی ادعا کرده که رفته. حالا این حرف یعنی چی؟ این حرفی که ما میزنیم، این وجود رو من میخوام باز کنم. قدم به قدم با من بیاین. مطالب خیلی پیچیده است، من هم سعی میکنم خیلی ساده کنم با زبان ساده. خود این در واقع کژتابی خواهد داشت، برای اینکه مطالب خیلی ساده میشه، من مجبورم اصطلاحات رو به کار نبرم، فقط توضیح بدم. اینی که با من باشین. پس ما میدونید مطلقا راجع به خدا صحبت نمیکنیم. اونایی که راجع به خدا صحبت میکنن، مطمئن بدونید هیچی نمیدونن، فقط دارن به قول ابن عربی از یک خدای ساخته ذهن، از یک بت ساخته ذهن حرف میزنن، چون اگر بدونن چیه، خدا خدا نمیکنن. جریان وجود بدین صورته که مطلقه، در اونجا فقط سرور، فقط شادی و مطلقاً قدرت و unlimited پاوره. به همین خاطر چیزیه که میاد و جهان رو به صورت، حالا هر کس هر باوری که داره، افلوتین میاد میگه عقل و ساخت، عقل کل و روح و ساخت، طبیعت و ساخت. میایم راجع به اعیان ثابته صحبت میکنیم، همه اینا برمیگرده به جایی که در حقیقت مرز جبروته.
به این میگن وجود. وجود کلامم قشنگ نیست، اما وجود چیزیه که از خدا ساطع میشه، رنگ و بوی خدا رو داره. خیلی خوب، ما حالا صحبتمون اینجا اینه، این جریان بیکرانهی که قابل درکه. ما میگیم آقای شانکاره، آقای ابن عربی، جناب مولانا، این داستان چیه؟ شما از کجا با این موضوع برخورد کردین؟ با هر کسی، با بودا صحبت کن، با هر کدوم از این بزرگان، اینها تمام صحبتشون اینه که این درک شخصی منه، با این پیوند خوردم و این رو درک کردم، برای شما دارم خبر میارم و شما اینو در تمام بزرگان الهی یکسان میبینید، با تغییراتی در شاخه ها. میگه آقا من نمیتونم اینو درک کنم. میگه خب من رفتم دیدم، برات خبر میارم. دیدید شما یه خبر، یه نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر، هزار نفر میگن ما اینو دیدیم، دیگه شما به این نمیتونی شک کنی. این یه طرف داستانه. شما وقتی که میایین در کسانی که مثل خود شانکاره، یا میایین در جامعه اسلامی کسانی مثل ابن عربی، کسانی خب مثل ملا صدرا که بیشتر حالا رو فلسفه است، پایه های منطقی و عقلانی برای این درست کردن و با منطقی که من و شما اینو بفهمیم به ما اینو توضیح میدن. توجه کردین؟ این رو به ما توضیح میدن. میگه اولا به یک اصلی خیلی توجه کن، وقتی که ما راجع به این وجود صحبت میکنیم، این وجود، نفس جهانی، روح جهانی، هر چی اسمشو میخوای بذاری اوناش مهم نیست، وقتی که ما داریم از این وجود صحبت میکنیم، شما یعنی انسان ها تصورتون اینه که یه خالقی هست، یه مخلوقی هست که ماییم و یک رابطه‌ای بین اینها وجود داره به نام خلقت. این وجود که نماد الوهیته، یعنی خود الوهیته که در یک سیر نزول کمالی خودش رو بر ما جلوه‌گر کرده، خودش رو در هستی جلوه‌گر کرده، این آفریننده است، ما مخلوقیم و رابطه خلقت بین ما وجود داره، درسته؟ خالق، مخلوق و رابطه خلقت. تمام اینها درست همین موضوع رو نمیپذیرن و درست با این موضوع میجنگن که خالقی هست، مخلوقی هست و رابطه‌ای وجود داره به نام خلقت. اینها مطلقاً این رو نمیپذیرن. وحدت وجود این رو پذیرا نیست. میگی پس آقا داستان چیه؟ میگه عزیز من، فقط و فقط یک چیزه و اون وجوده و تمام شماها، تمام این کثرت، تمام این حیات، همین این وجودن، چیزی جدا از این وجود نیستن. کسی چیزی رو نمی آفرینه، فقط یک علت هست و اون علت خود وجوده. به خاطر همین امروز من وجود دارم، شما وجود داری، این میز وجود داره. میگه خب درک این سخته، قدم به قدم با من بیاین، یک لغت منو بندازین کلش از دستتون میره بیرون. من واقعا نمیخوام کار، ولی خیلی چیزه که این کلمات رو دارم به این سادگی بیان میکنم، حواستون از من پرت نکنین. میگه خب آقای درک این سخته. آخه یعنی چی؟ یعنی من خدام؟ سنگ خداست؟ دیدی دیگه حتی بعضی از این جدیدی ها هم، از این کسانی که این تحصیلات کردن تو زمینه پانتئیزم و اینا، از این حرف هم زدن دیگه. اینو میشه برای من توضیح بدی؟ آخه یعنی چی؟ عزیزم من وجود مشروطم؟ یعنی در واقع وجود من یک وجود مطلق نیست؟ از یک طرف تو داری به من میگی که همون وجود مطلق همون تویی.
آقا اون وجود مطلق مشروط نیست، توجه میکنی؟ اون وجود مطلق به هیچ عنوان نیازی به هیچ چی نداره، هست چون هست، ولی من مشروطم، درخت مشروطه، سنگ همه چی مشروطه. وقتی داری میگی من همین وجود مطلقم، پس اسم مشروط بودن چی میشه؟ اگر من همون خدام، اگر سنگ همون خداست، یه نصب کن من توضیح میدم برات. این مثالی که میزنم، دو تا مثال براتون میزنم، شما برین توی هند، برین توی چین، بیاین تا برسین به هگل تو آلمان، حالا فلاسفه و عرفای اسلامی ما جای خود، برید تا دوران حضرت زرتشت، تمام اینها همین دو مثال رو دارن و با این دو مثال توضیح میدن. میگه تو وقتی که کنار دریا میستی و این دریا داره موج میزنه و میاد، این موج دریاست. میگی خب بله دریا موجه. میگی داری تقسیم میکنی، میگی دریا و موج دریا. آیا واقعا موج دریا از دریا جداست؟ یا تو داری فاصله میندازی در درک بین موج و خود دریا؟ در دیدگاه اول که من دارم نگاه میکنم، خب فوری میگم این موج دریاست، ولی یه مقدار که عمیقتر نگاه میکنم به داستان، میبینم نه بابا، این موج دریا خودش دریاست، خود موج دریا دریاست، یک حرکتی از خود دریا که این آب بلند میشه به یک اوجی میرسه و بعد به خود آب برمیگرده، به خود دریا برمیگرده. هیچ کدوم از این آب موج ها با خود دریا که فرقی نمی کنن که. درسته؟ میگه اون چیزی که در جهان وجود داره خلقت و آفرینش نیست، حرکته. یعنی اینکه یک موجی بلند شده و تو این موج رو داری میبینی، اون نوک موج تا خود دریا همش یکیه، همش آبه، هیچ فرقی نمیکنه، اما تو داری این رو اینجور میبینی. میگی خیلی خوب، حالا یعنی این که این موج دریا، ما فهمیدیم که موجی رو که ما در ابتدا فکر میکردیم موج دریاست، الان فهمیدیم خود آبه. این بزرگترین اصله که شما میبینید در اینجا آفرینش تبدیل میشه به جلوه، به نمود، به اپیرنس، به ظاهر. اصطلاحات خود هگل، ارشاینونگ آلمانیش، همه اینا یک مفهومن. یعنی اینکه اون چیزی که داره میاد بالا خود آب دریاست در یک نمود موجی، فرقی نمی کنه، این همون آب دریاست، اما وقتی که داری اپیرنسش رو میبینی، ظاهرش رو میبینی، یک موجه. توجه کردین؟ من نمود رو توضیح بدم براتون، که چون به این داستان خیلی کار دارم با نمود. نمود اگر به این صورت‌های متفاوت، لغت‌های متفاوتی گفتم، ببینید همش همین لغت‌ها رو می‌بینید. نمود یعنی مظهر، نمود یعنی نمایش، نمود یعنی جلوه. یعنی چی؟ شما می‌بینید الان خورشید رو می‌بینین؟ ما خورشید رو وقتی داریم می‌بینیم، یک نور سفیدیه که داره به زمین ما می‌خوره و گرما داره. ولی آیا واقعا خورشید یه نور سفیده؟ یا یک گوله گازه
و همش در آتشه. وقتی با جو ما برخورد میکنه، اینجا برای ما نمود میکنه مثل یک نور، یک نور سفید. اما اصل خورشید که نور سفید نیست، درسته؟ به این میگن نمود. شما زمانی که خورشید میتابه به ماه و ماه رو ما در آسمان میبینیم، مثل زیبایی زیباترین خانوم ها رو یا آقایون رو، خانوم ها رو تشبیه میکنیم به ما، میگیم انقدر زیباست. اما آیا واقعا ماه انقدر زیباست؟ شما از جو که میرید میخواییم بیرید رو ماه بشینیم، ماه به این زیباییه؟ این نموده، یعنی یک حقیقتی وجود داره ولی به فرم دیگه این نمود میکنه، جلوه میکنه. من با این لغت خیلی کار دارم، این لغت رو خیلی داشته باشین. پس وجود یک مثل دریا میمونه و این موجها دارن روش نمود میکنن، میاد بالا، ما نمود موج میبینیم، اما اصل آبه. خیلی خوب، این یه مثال. مثال دیگه ای میزنن، میگیم که حالا تا به مثال برسیم، ببینید. پس ما میگیم که الان تو داری میگی که خدا، بگیم وجود، باز کلمه خدا رو بکار، چون هرگز کسانی که به این مسائل میرسن مهر کردند و دهانش دوختند. اونی که از خدا حرف میزنه از خدا نه باور داره نه چیزی میدونه. اینو من بارها گفتم، برای که اگر این عظمتهای بیکرانه رو درک کنه اصلا زبانش لال میشه. اینا همش دکون بازاره، خدا اینجور خدا اونجور. ما راجع به وجود صحبت میکنیم و این وجود جریانیه که از یک منبع بزرگی که نمیدونیم چیه، فقط میگیم هو، فقط میگیم الوهیت، یه چیزی میگیم که مفهومش روشن کنیم. اما تو بگو هستیه، نمیدونیم. تو بگو نیستیه، ما نمیدونیم. تو بگو چجوریه، نمیدونیم. فقط یه چیزی جلوه کرده که عارفی مثل مولانا، کسی مثل عطار، کسی مثل ابن عربی، خیلی کسای دیگه این رو تا اینجا درک کردن. از اونجا به بعدش هم نه کسی رفته نمیتونه بره، و اون همین وجوده. بوتا وجود بعد مطلق. چرا داری میگی من اونم؟ چرا من اون نیستم؟ چرا وجودم مشروطه؟ چرا من نمیتونم در سرور ابدی باشم؟ چرا من نمیتونم ابدی زندگی کنم؟ چرا من قدرت اون وجود رو ندارم که به اصطلاح آفرینش کنم؟ یعنی همین داستانی رو که من عرض کردم، موج بزنم و همین جور بیام در جلوه های متفاوت. پس شما در اصل اول وحدت وجود، پانتیزم، در اصل اول این داستان هندویزم مثلا، چون هم یکی یه چیز رو به کار برن، شما چیزی به نام خلقت و خالق و این رابطه ها نمیبینید. همه چیز همونه و فقط اونه و غیر از اون هیچ چیز دیگه ای وجود نداره. هیچ چیز دیگه ای وجود نداره، فقط اونه. تمام این کسرتی که داری میبینی، ستاره ها، خورشید، آسمان، زمین، میلیاردها انسان، درخت ها، خوب، بد، هر چی رو داری میبینی اونه. غیر از اون هیچ چیز دیگه ای وجود نداره. این اولین اصله و این وجود مطلقه. و این که تو داری هزاران هزار کسرت مختلف میبینی، نمودیه که این کرده، موجیه که این زده. میگی خیلی خب، حالا این موج چیه؟ این جریان که من دارم میبینم چرا برای من متفاوته؟ از اینجا اصلا وحدت وجود شروع میشه. چرا برای من متفاوته؟ چرا من وجود مطلق نیستم؟ پس چیم داستان چیه؟ باز مثالی رو که میزنه،
میگه ببین برای تو فرق میکنه دیگه. چی فرق میکنه؟ تصور کن زمانی رو که یک دریا موج داره رو موج میاد، طوفانه، قوقاست، تو حتی اگر تو ساحل وایسادی یک همچون دریای طوفانی میترسونتت، چه برسه که روی کشتی باشی توی وسط این طوفان. درسته؟ دریا همون وجوده. اما حالا همین این موجها، این موجهایی که داره میاد داره میترسونتت، طوفان همین جور داره موج میاد، همین جور داره خلقت میشه، همین جور داره پشت سر هم آفرینش های متفاوت رو میبینی، بگیم لغت رو تصحیح کنم، جلوه های متفاوت رو میبینی. یه روز دایناسور بود، یه روز انسانه، یه روز انسان نیست، موجودات دیگه است، یه روز حیات اینجاست، هر لحظه یک روز آبریه، یک روز صافه، یک روز درخت ها سبزن، یک روز میریزن، یه روز در خوشحالی هستی، یه روز در عذاب و علمی، یه روز در کنار عشقتی، یه روز عشقتو از دست دادی. همینجور این داره نمود میکنه و میاد بالا. درسته؟ دقیقا مثل اون دریای طوفانی میمونه که حتی کنارش باشی تو ساحل ازش میترسی، چه برسه مثل ما که روشی. این داره همینجور موج میاد بالا. میگی که خب این یه طرف داستانه. حالا یه طرف دیگه داستانو میگه طرف صور کن، همون دریاستا، تو اون دریا نشستی، آب صاف، ماه روش تابیده، تو چه رویایی داری میری؟ اصلا از اون دریا نمیخوای بیای بیرون؟ یا آقا اصلا آب من اینجا، نون من اینجا، زندگی من اینجا. تصور کنین در یک شبی دریا کاملا صاف، آب زلال، داری نور ماه میخوره توی این دریا و این ماهی ها رو داری این تو میبینی. از این بهجت انگیزتر، بهجت انگیزتر ما چیزی داریم؟ این که همون دریاست که حالا که یه دفعه موجه توش اومد فقط تلاش میکنی که ازش فرار کنی. دو چهره میشه، دو جلوه میشه. دریا همون دریاست، وقتی اونجوری داره موج میزنه، همینجور میدونید الان موجی که داره میاد انواع و اقسام جلوه ها و نمود هاست. امروز داری خدا رو هزار بار شکر میکنی، چقدر زندگیت آسایش داره، چقدر راحتی، هنوز اینو نگفتی الهی شکر، موج دیگه اومد همه رو ازت گرفت، هنوز از دست اون خلاص نشدی، یه موج دیگه اومد یه چیز دیگه رو به وجود آورد. اصلا کل زندگی همینطوری. یک آن شما برین در این چیزایی که این ناسا و اینا میفرستن در فضا نگاه کنین، تمام این ستاره ها، این کهکشان ها هی در نابودی، این الان داره تبدیل میشه به اون سوپرنوا، اون سوپرنوا داره اینجور میشه، همش داره موج میزنه. غیر از این که نیستش که. زندگی دنیای ما هم همینه، لحظه به لحظه داره موج میزنه، یک لحظه بدون موج نمیبینی. درسته؟ میگه این دریا که همون دریاست، چطور در زمانی که اینجور داره موج میزنه اینقدر وحشت زده ای، ولی زمانی که اونجور آرومه اصلا نمیخوای از روی این دریا بیای بیرون، فقط میخوای محو این دریا باشی و اصلا غرق میکنی خودتو در این دریا. این دریا که همون دریاست که، فرق در کجاست؟ فرق در موج هاست. داری تو این موج ها رو میبینی. شما میگی آقا خیلی خوب، این موج ها چجوری به وجود اومده که من رو انقدر دهشت زده کرده و من انقدر در تلاطمم؟ آخه چرا این وجود بعد، این وجود مطلق، این چیزی که شما میگید نهایت سرور، شادی، شادمانی، هر اون چی که تو بخوای تصور بکنی اینه و هر چیزی که رو نمیتونی تصور کنی اینه. اینا همون جاییه که ما داریم این وجود، خود اصل وجود، یه جلوه کوچیکی
زده شده، یک جلوه از اون چیزی که ما نمیدونیم. همین چقدر مهمه و همین راحتی مثل نقل و نبات خدا 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 میکنیم. بله دکون بخوایم باز کنیم، کارای کلاهبرداری بخوایم بکنیم، چیز خوبیه، ولی ما داریم راجبه کسانی میگیم که تو این مسیر رفتن. تمام این چیزی که من دارم به عنوان وجود میگم، باز تکرار میکنم، یک جلوه ای از اون چیزی که مطلقا نمیدونیم چیه و ما همه سر کارمون با این وجوده، تا ابدیت هم با این وجود کار داریم. حالا اگه یه زمانی بشه که یه جاهای دیگه با اونا دیگه آن چند در وهمم ناید اون شود، اونا رو ما دیگه نمیدونی، نه مولاناش نه بوداش نه انسانی در روی زمین از اون مرز گذشته و خبری آورده، اگر هم شده خبری نیاورده، کار نداره. میگیم خب پس این موجا چیه، چرا اینجوری میکنه با ما؟ خب موجا آروم باش، مگه آزار داره؟ ما هم بشینیم زندگیمونو بکنیم دیگه. پس اصل اول شد که چیزی به نام خلقت، خالق و مخلوق وجود نداره، همش خودشه و نمودهای خودشه. حالا میگه اصل دوم، عزیز من، این موجهایی که داره به وجود میاد و تو داری به صورت موج میبینی، در حقیقت این ربطی به دریا نداره. دریا همون دریای ساکتیه که نور ماه روش تابیده، تو هم داری غرق میشی توش. اینجا ربط به تو پیدا میکنه، تو داری این موجها رو میبینی، تمام این کسرت ها رو، این همه ستاره ها، درخت ها، نمیدونم آسمان ها، زشتی ها، زیبایی ها، خوبی ها، بدی ها. میگه تویی داری اینا رو میبینی، اینا هیچ کدوم اینجا، این هم دریای آرومه، این دریای مواج رو تو داری میبینی. میگه آقا جان این یعنی چی؟ میگه یعنی هر اون چیزی که غیر از این دریای آرامه وجود بحت و مطلقه، فقط یک نموده، فقط یک توهمه. داستان خیلی پیچیده شد. یعنی چی یک توهمه؟ یعنی این ستاره وجود نداره؟ یعنی این درخت وجود نداره؟ خب من دارم میبینمش. یعنی این 7 میلیارد انسان وجود ندارن؟ یعنی هیچ کدوم از اینا نیستن؟ میگه که اینهایی رو که تو داری میبینی فقط یک توهمن، اما اجازه بده من عارف، یعنی مولانا یا هر کسی دیگه، برای تو توهم رو باز کنم، تو بدونی توهم یعنی چی. توهم اون چیزی نیست که تو در زبان عامیانه به کار میبری. منظور عرفای ما و فلاسفه اشراقی ما به هیچ عنوان این نیست که توهم یعنی اصلا وجود نداره. حالا پس منظور در توهم چیه؟ ببین ما میگیم هر چیزی که به غیر از این وجوده توهمه، هر کسرتی، 7 میلیارد انسان توهمن، کره زمین توهمه، خورشید توهمه، همه اینا توهمه، درست شد؟ فقط وجوده که حقیقت داره، نهایی ترین واقعیت این زندگیه. میگه ببین عزیز من، در اینجا بسیار به حرفام دقت کنین، در اینجا، در این دریای وجود، یک خیمه‌ای علم شده، یک خیمه، یک چادری زده شده، و اون چادری که زده شده که تو فقط از اون چادر داری میبینی و فقط در اون چادر داری زندگی میکنی، این چادر اسمش چادر خیاله. خیال نه، عالم خیال بذارین که اون یه داستان دیگه است، خیال اصلا یه معنی دیگه ای داره. خیاله، خیال یعنی وهم، یعنی پندار، خیاله. تو داری از چادر پندار
به این وجود نگاه میکنی، پیش چشمت شیشه‌ای داری کبود، زان سبب عالم کبودت مینمود. اون مثال هایی که من میزنم سر خیمه و چادر، مثال های برهمن، کسایی که مثلا هندویزما و اینا هستش، این مثال ها مثال های عرفانی ماست، به اصطلاح مولانا و عطار و اینها، و بعضی اصطلاحات هم اصطلاحات فرنگی، اصطلاحات آلمانیای پانتئیسم هستش، فیلسوفای پانتئیسم. ببینید، میگه تو مشکل تویی که تو وقتی که از این دیدگاه داری نگاه میکنی، همینجور هی داری نمود میبینی، کسرت میبینی، درخت میبینی، آسمون میبینی، آدم میبینی. میگه فقط مشکل تویی. میگه یعنی چی؟ پس تو باز داری میگه اینا وجود نداره، من دارم میسازم. این مثال رو میزنی، دقت کنی. میگه که توی گرگومیش هوا روشن و تاریک میشه، تو از دور یک تناب رو مثل یک مار میبینی، درسته؟ در یک گرگومیشی هوا تناب رو مثل یک مار میبینی، اما وقتی که میری جلوتر یا نزدیکتر میشه، میبینی مار نیست، تنابه. تو توهم کردی که این ماره، اما اصل داستان یه چیزی وجود داره. تو در دور تناب رو مار دیدی، وقتی رفتی جلو دیدی که آقا این اصلا مار نیست، تنابه، اما اصل تناب وجود داره. تو در خود تناب اشتباه نکردی، در درک تناب اشتباه کردی و توهم کردی که این ماره، اما وجود تناب که غیر قابل انکاره، تناب وجود داره. ولی یعنی چی این حرف؟ یعنی در سایه روشن خیال انسانی، پندار انسانی، جهان طوری داره جلوه میکنه غیر از اون چیزی که حقیقتشه. چون ما داریم از این پرده پندار نگاه میکنیم به داستان، نه اینکه اصلا تنابم وجود نداره، تو مار دیدی. بابا تناب بوده، ولی تو تناب و مار توهم کردی. آسمان، زمین، درخت، انسان، همه چیز رو تو داری توهم میکنی به اون چیزی که در خیال تو منعکس شده. در ساحت خیال تو، اگه من خیالی موقعی به کار میبرم لفظیه، یعنی منظور من همون خیاله. ما اصلا اینجا با عالم خیال کار نداریم، ما اینجا فقط با عالم وهم کار داریم، پندار کار داریم. میگه تو اشتباه دید، ولی حقیقت وجود اون تنابه، تو میگی ماره. تو داری کسرت میبینی، اما کسرت نیست، یک حقیقت دیگه‌ای در وجود همه هست. ستاره، ماه، آسمون، زمین، درخت، حقیقت دیگه‌ای داره و تو داری حقیقت دیگه‌ای، تو داری چیزی دیگه‌ای می‌بینی. و تا وقتی که داری اینو اینجوری می‌بینی، در اند ضلالت و گمراهی هستی. اصلا داری علنن میگی دیگه، میگه وقتی که آینت قماز نیست، من چی به تو بگم؟ تو چی رو میخوای متوجه شی؟ میگه زمانی که، یه اصطلاحی دارن دانشمندان، به خصوص دانشمندان فیزیک، وقتی میخوان ابعاد رو مطرح کنیم، تو پرانتز بگم شاید براتون جالب باشه، میگن مورچه در دو بعد حرکت میکنه. یعنی ببینید، طول و عرض نداره مورچه. مورچه فقط چیزی که هستش، میدونید طول باید یه طرفه برین دیگه، وقتی بر میگردین میشه دو بعد. میگه یه مورچه رو بذاری روی میز بزرگ، این اگر بخواد عرض میز رو ببینه، باید حرکت کنه بره به سمت عرض. مشرف نیست. شما این میز رو در نظر بگیر، مورچه رو میذارین وسط میز،
این اگر بخواد بره به سمت عرض میز باید حرکت کنه بره. اما توی انسانی که در سه بعد هستی، همونجور که نگاه میکنی طول و عرض و عمقشو داری میبینی. این اونجاییه که آینه تو صافتر از اون مورچه است، آگاهی تو صافتر از اون مورچه است. حالا میگه تویی که در این سه بعد هستی و آینت هنوز غماز نیست، داری اون چیزی رو میبینی، داری اون چیزی رو میبینی که این ابعاد محدود برات ساختن. یعنی این سه بعد باید بعدهات عوض شه، در بعدهای دیگه بتونی حرکت کنی تا حرف من مولانا رو بفهمی. اما همه انقدر دارم برات توضیح میدم که ابیات خود مولانا و عطار و اینا رو هم میارم که دقیقا همین حرفا رو میزنن. پس توجه کردین چی شد؟ میگه آقا جان، من پرانتز بندم این حرف رو تموم، راجب مورچه دیگه چیز نداشته باشیم. پس مسئله دوم اینه که من دارم اینجور توهم میکنم. پس یعنی آقایون شما میگید که این نیستش که همه ی هستی توهمه، اون چیزی که من در عالم دارم میفهمم توهمه، به جای اینکه اصل رو بفهمم، حقیقت وجودی رو بفهمم، دارم کثرت رو درک میکنم، دارم فاصله ها رو درک میکنم، دارم تفاوت ها رو درک میکنم، دارم اختلاف ها رو درک میکنم. میگه بله، چون تمام این مسئله این پرده است. پس توجه کنید، بر اساس این صحبت ما فقط دو تا چشمیم، دیدگاهیم. چشم مادی رو نمیگم، آگاهی رو دارم میگم، ولی چشم مادی که خودش همش محدوده، من چشم آگاهی انسان رو دارم میگم. انسان وقتی آگاهیش صافتر میشه و خیلی متفاوت تر میبینه، میبینه همه چیز متفاوته. این حرفا رو من خیلی 10 سال پیش، 8 سال پیش، 7 سال پیش زدم، الان دارم بازش میکنم. اونجا خیلی کلی میگفتم، اینجا خیلی توی جزئیات دارم میرم که بازشه این حرفا. پس مسئله دوم اینه که هر اون چیزی رو که تو داری میبینی، دریا موجی نداره، تو داری مواج میبینیش، و تا زمانی که مواج داری میبینیش آینت غماز نیست. خب اصل سوم در مسئله وحدت وجود، قبل از اینکه من اصل سوم رو مطرح کنم یه نکته رو توضیح بدم. من دارم راجع به یک موضوعی وارد میشم که این موضوع برمیگرده به روح، روح هستی. توجه داشته باشین، اون چیزی رو که من دارم صحبت میکنم، هر اون چیزی رو که من دارم میگم، برمیگرده به یک جریانی که روح هستیه، روح وجوده. به این میگن روح، به قصد هم میگن روح، که ما بدونیم در اینجا جلوه هایی از ماده مطلقا وجود نداره، چون انسان دست در گریبان با ماده است حتی بعد از مرگش. ولی وقتی که اینها از این روح صحبت میکنن، این روح دارای هیچ گونه آلودگی مادی نیست. این روح یک روح واحد جهانیه. بسیار دقت کنید، روحی که در کل این وجودی که من ازش صحبت کردم در جریانه، این یک روح واحده. یعنی شما در نظر بگیرید یک خورشیده داره به زمین میتابه، به ناهید میتابه، به مریخ میتابه، به نمیدونم مشتری، به همه داره میتابه، ولی یک خورشیده، یک روح واحده که در تمام اصلیت وجود ما فقط یک روح جریان داره و اون روح هستیه. یعنی من یه روح مستقلی ندارم، شما یه روح مستقلی، یکی دیگه یه روح مستقلی. شد تا اینجا؟
حالا شما اگه بگید پس آقا روح من به عنوان یک آدم مستقل با روح شما چه فرقی میکنه، اون یه بحث جداییه. به این که من یه روح دارم شما یه روح دارید، به این میگن به اصطلاح روح مجرد، یعنی روح من از روح شما جدا میشه. اساسا این وجود داره، چون بسیاری از عرفا به این موضوع قائل نیستن، چه در شرق چه در غرب. به اون یک روح واحد بستگی دارن. اون زمانی هم که جسم از کار میفته، تابش اون روح بر روی اون جسم قطع میشه، ولی اون روح در همه وجود داره. بسیاری از عرفا هم قائل به تجرد روح در جسم هستن، اینا رو به موقع توضیح میدم. اما اون چیزی رو که من الان دارم راجع به روح صحبت میکنم، یک موضوعیه که همه بهش اتفاق دارن، عرفا و فلاسفه شرق و غرب، اونایی که به اصطلاح تو مسائل الهی هستن، و اون روح یونیورسه، اون روح وجوده، یک روح واحده که در همه چیز جریان داره. اصل حیات اونه، اصل شعور اونه. باز ما هنوز از خدا صحبت نمی کنیم، اشتباه نکنید، اینها رنگ و بوی اون رو دارن. اون یک روح با نفس واحده، اون یک نفس واحده. هیچ کدوم از ماها خالی از اون نیستیم، هیچ درختی، هیچ زمینی، هیچ سنگی، هیچ آسمانی، هیچ ستاره، هیچی از اون خالیج نیست، هیچ فرشته‌ای، هیچی از اون خالی نیست، در همه وجود داره. این خورشید، شما جایی رو سطح زمین پیدا کنید که مثلا میگه خورشید نمیتابه، وقتی که مانعی نباشه داره میتابه دیگه. ما راجع به اون داریم صحبت میکنیم، اون روح این هستیه، اون روحیه که در این وجود وجود داره، اون روحیه که این وجود رو داره حرکت میده، و اون روح واحد. این نه ربطی به روح من داره، نه ربطی به روح شما داره. بحث این که آقا روح هر فرد، روح مجرد یعنی چی و چه ربطی به این مسئله داره، اینا یه بحثای خیلی مفصلیه. همینی هم که دارم تو این دو ساعت این بحث روح واحد رو توضیح میدم، مسئله وجود رو دارم توضیح میدم، خودش خیلی کاره که بتونم اینجور سادش کنم. پس توجه دارید هر جایی من صحبت از روح میکنم، منظورم اون روح آفرینشه، اون روح اصلی وجوده. این ربط و در همه ما هم هست، هیچ کس خالی از این روح نیست، و این ربطی به من یا شما یا کسی دیگه ای نداره. بگذاریم. حالا اصل سومی رو که مطرح میکنن، میگن که گفتیم که آقا تو داری میبینی، خیمه خیال، خیمه وهم، من دارم اینو میبینم، چی کار باید کرد؟ میگه یک راه رهایی وجود داره، و فقط یک راه رهایی وجود داره. هر اون چیزی که این حرف مال همشونه، هر اون چیزی که تو انجام بدی، مطلقا انجام بدی، جز اون که، جز این که این خیمه خیال رو خراب کنی، رهایی درش وجود نداره. از این خیمه خیال باید رها بشی، این باید نابود بشه، پرده پندار بباید درید، توبه تزویر بباید شکست، پرده پندار بباید درید. تنها کاری که تو رو به سعادت، به سعادت ابدی، و تنها چیزی که تو رو رها خواهد کرد، ویران کردن و پاره کردن این پرده پنداره. این کار رو باید بکنی. میگی خب این پرده پندار رو ما باید پاره کنیم، اگر این پرده پندار رو پاره کنیم چی میشه؟ اگر این پرده پندار، حالا این آقایون هر کدوم که هستن، بازم میگم فرق نمی کنه، شما تو هر جا برید همین صحبت ها رو با زبان های متفاوت میبینید. من فقط براتون یه توضیح مختصر بدم که اگر جای اطلاع دارین گیج نشین، اینا فوق العاده پیچیده است. ما در عرفان اسلامی بهش میگیم وحدت وجود، اسم این رو میذاریم وجود،
درسته؟ شانکاره اسم اینو میذاره روح هستی، نفس کائنات. شما زمانی که میایین در حضرت زرتشت میبینید وجود اسمش تغییر میکنه به نور. همین رو داره میگه، به جای به کار بردن وجود از نور استفاده میکنه. ولی راجبه همین جریانیه که من دارم صحبت میکنم. اون وقت شما وقتی میبینید شهاب الدین سهروردی به جای این که کلام وجود رو به کار بره، نور رو به کار میبره، برگرفته از ایران باستانه، برگرفته از روش های حضرت زرتشت و همینجور مهرورزانه، که اینها به جای این که وجود رو به کار برن، نور رو به کار می بردن. توجه کردین؟ اما خود سهروردی میاد استدلال میکنه، میگه آقا جون این رو به کار بردن، اما شما در خود قرآن میبینی میگه الله نور و سماوات و الارض، این هم یعنی قرآن هم داره نور رو به کار میبره. الله نور و سماوات و الارض دقیقا همین چیزیه که ما داریم بهش میگیم وجود. من این رو برای دوستانی میگم که آگاهن، لفظ عوض شده، اصل داستان همونه. وقتی میرید اونور در ایران شما با مسئله نور و نور 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 رو در رو میشید. همین کلمات رو خود مولانا با نور رو در رو میکنه، مطرح میکنه، ولی همشون میخوان یه مفهوم رو بگن. وجود اسمش تغییر میکنه به نور. ما که با جنگ لفظی که با هم نداریم که، ما میخوایم مفهوم رو برسونیم. این داره میگه نور، اون داره میگه وجود، اون میگه روح واحد، روح هستی. اینا همش یه معنیه، اینا همش هم یه کلامه. ولی خب وقتی که شروع میشه به توضیح دادن، توضیحات متفاوت میشه. سهروردی همینو میگه، میگه آقا قرآنت داره میگه برای مسلمون ها که آقا الله نور سماوات و الارض، اونم به عنوان نور به کار برده. ببینید دقیقا صحبتی رو که من میکنم، یعنی یک جریانی، حالا اسمشو به قول افلوتین بذاریم احد، بذاریم خدا، هر چیزی یک نوری ازش ساطع شده که به اون نور ما میگیم وجود. اینا میگن نور، اون میگه روح، هیچ فرقی نمیکنه. بگذاریم، میگه آقا جون تو باید تا این پرده پندار رو خراب نکنی، ویران نکنی، نتیجه ای نخواهی گرفت. مطلقا نتیجه ای نخواهی گرفت. هر اونچه که بکنی، هر اونچه که بکنی بی مورده. تنها راه رهایی پاره کردن پرده پنداره. ما نمیایم بگیم آقا شما اگر آدم خیلی خوبی هستین این کار بدیه، این پرده پندار رو پاره نمیکنه. ما نمیایم بگیم آقا شما اگر نمیدونم گوشت نمیخوری، سیگار نمیکشی، این کار بدیه. ما میگیم این اون پرده پندار رو پاره نمیکنه. ما نمیایم بگیم اگر تو خیرت به همه 7 میلیارد میرسه چیز بدیه، اما این پرده پندار رو پاره نمیکنه. پرده پندار جای دیگه ای پاره میشه. و اگر این خیمه خیال رو ویران نکنی، این حرف اوپانیشادهای هند رو ببینید، هندویزم رو بگیرید، اصلا واقعا الله اکبر از این صحبت ها. همه یک کلام دارن میگن. میای میرسین به حضرت زرتشت، میایین تا مولانا، میبینید اسلام، مسیحیت، همه دارن همین یک کلمه رو میگن. میگه اگر پرده پندار رو، خیال رو، خیال رو خراب نکنی گیریا. میگه گیره یعنی چی؟ میگه یعنی این که اگر پرده پندار پاره نشه، از این جهان رهایی نخواهی داشت، در این جهان در گردش خواهی بود. شکلهای متفاوتی میگیری، اما اگر این پرده پاره نشه میمیری
از کالبد اولی میری تو کالبد ثانوی، کالبد اثیری. یادتون هست این صحبت ها رو کردم؟ اینا همه جلوه های ماده است. هنوز شما اینها رو با اون روح مجرد و اینا اصلا قاطی نکنید، منتها متفاوته با اون چی شما به ما از ماده میفهمیم. ولی حالا به موقعش اینا رو توضیح خواهم داد. از اینجا میری به عالم اثیری، اثیری که کالبد ثانیه، میری به عوالم متفاوت، چیزهایی که مشهود نیست برات مشهود میشه، بسیار رو در رو میشی با اینها، بسیار میبینی جهان وسیع تر از اون چیزیه که به مخیله فکر کردی همین نمیدونم 50-60 میلیارد و 100 میلیارد و 200 میلیارد سال نوریه. تمام اینها میبینی یک قطره است، اما کجا؟ هنوز توی پرده پندار اینها یک قطره است. تو فکر نکن مثلا ما داریم میگیم 60 میلیارد و چه میدونم 200 میلیارد سال نوری رو داریم میگیم. ما اون چیزی که به پشت پرده های اینها برمیگرده هنوز پرده پنداره. میری در اینها، در این جهان هستی و هی تغییر شکل میدی، شکل های متفاوت میگیری. میبینید وقتی این مسئله با هم مسئله تناسخ چقدر فرق میکنه که خیلیاتون سوال میکنید. طرف میره در کالبد ثانی، میره در کالبد ثالث، میره در شکل های متفاوت، ولی ممکنه دوباره عروج کنه به انسان و انسان لباس انسان پوشه، نتونه بره بالاتر. هنوز تو این جهانی اسیری، جاودانه خواهی شد اگر پرده پندار رو پاره نکنی. این اصل سومه. اون وقت شما یادتون میاد سال 2016-2017 دیدن خاطرم نیست، دفتر پنجم داستانی رو من از مولانا میخوندم، حالا شایدم دفتر درست پاس تو ذهنم نیست، ولی به این موضوع خیلی اشاره میکرد که زندان رو حفره کن، سوراخ کن، از این زندان بزنی بیرون. تا اینجا هستی باید این کارو بکنی، تا اینجا هستی باید حفره کنی. این حفره کردن، این حفره کردن در زمین، در زندان، همون ویران کردن پرده پنداره، همون خراب کردن خیمه خیاله. یه چیز دیگه هم براتون بگم، شاید اینم براتون جالب باشه. خدا رحمت کنه این آقای طباطبایی رو، یه صحبتی رو داشت، یه آیه‌ای در قرآن هست، البته امیدوارم که درست تو ذهنم باشه، 176 سوره اعراف، چون اینا رو گفتم یه دفعه اومد تو ذهنم، حیفم اومد نگم. خلد الالعرض، 176 سوره اعراف همین رو میگه. میگه که وقتی که آقای طباطبایی به این نکته ها رسید، گفت آقا جان دلایل خیلی زیاد داره که من واردش نمیشم، میگه هر اون چی که در قرآن میگه زمین، منظورش کره زمین نیست، منظورش کل جهانه. هر اون چیزی که ما اسمشو میذاریم جهان، منظورش جهانه. وقتی که میگه در زمین جاودانه شدید، یعنی در کل این جهان جاودانه میشید. اونجایی که اینا گفتای آقای طباطبایی یا گفتای من نیست، میگه اونجایی که خدا از آسمان در قرآن صحبت میکنه، منظورش این آسمان نیست، منظورش اونجاییه که جهان، کل جهان، اون چیزی که این ور پرده پنداره به پایان میرسه و افقهای روحانی باز میشه، به اونجا میگه آسمان. شما اشتراکات ببینید، وقت نمی کنم از خود حضرت زرتشت بیارم، از خود بقیهشون بیارم، که ببینید اصلا اینگاه همه اینا یک کلام رو گفتن تو این موضوع، همه مشترکن. میگه اگر این رو ویران نکنی در این جهان جاودانه خواهی بود. بسیار کارهایی هم میکنی در تحولاتی که خواهی داشت، ممکنه بهتری در از اسارتت در این جهان، ممکنه به خاطر کارهای خیر یا کارهای شر راحت تر یا سخت تر زندگی کنی، اما تا پرده پندار پاره نشه تو اینجا اسیری. توجه میکنین؟ تو اینجا اسیری. میگه خب حالا من این پرده پندار رو پاره کردم، با چی رو در رو میشم؟ در هندویزم شما میخورید به برهمن
که ما اصلا با اون کاری نداریم، اون اصلا وجود جداست، و یکی برخورد میکنی با آتمن. آتمن کیه؟ میگه آتمن خودتویی. وقتی این پرده پندار رو پاره کردی، متوجه میشی که آن خود زفتت که صد تو است، یادتونه، میبینی که تو یک جریان بسیار بزرگی هستی که همو اون برهمنی، همو اون وجودی، همو اون نوری، همو اون بیپایان و ابدیتی، همون سرور و شادی، تو همونی. مشکل اینجاست که تو اگر این رو کشف نکنی، این ابدیت، این خود زفت که در پشت پرده پنداره، ریشه در من و تو داره، ریشه در من و تو داره. وقتی اون رو کشف کردی، اون زمان تو با حقیقت نهایی این وجود یکی میشی. حالا میگه آقا چرا داستان اینجوری شده؟ اشکال از این وجوده یا اشکال از منه؟ میگه عزیز من، از زمانی که تو دو دارای بدنیت شدی، دارای بدنیت شدی، بدنیت رو توضیح دادم، این جسم یه قسمتشه، دارای بدنیت شدی، انحراف در تو ایجاد شد، انحراف در درک ایجاد شد، تو این خیال رو، خیمش رو دیدی، پندار رو دیدی. یعنی چی؟ میگه عزیز من، یه زمان، ما زمانی که الان میخواییم راجع به تو صحبت کنیم، راجع هر کی میخواییم صحبت کنیم، میگیم که اسمش اینه، پدر مادرش اینه، تو این کشور دنیا اومده، نمیدونم تحصیلاتش اینه، ازدواج کرده، ازدواج نکرده، پدرش مرده، پدرش زنده است، آدم خوبیه، آدم بدیه، این کارها رو میکنه، اون کارها رو نمیکنه. وقتی که این جریان در تو به وجود اومد، این یه طرف داستانه، هویت فکری. به من میگن آدم صالحان، به من میگن آدم ناصالح، به من میگن آدم خوب، به من میگن آدم بد، این یه طرف داستانه. یه طرف دیگه داستانه که خود بدنه و مادیاته که در کنار این هویت قرار گرفته، و اون اینه که تو وقتی که این بدن رو نداشتی، احتیاجی به اینها نداشتی، تو همین شعور، همین راحتی، همه رو داشتی. الان تو وقتی که صاحب مثلا یه همسر وفاداری، این برات خوبه، وقتی فرزندت فرزند صالحیه لذت میبری، وقتی بدنت سالمه داری زندگی خوبی میکنی، میگه آقا من هیچ مشکلی ندارم. به محض اینکه اینها یک کدومش عوض میشه، مریض میشی، سلامتی در دستت میره. اصلا شما نگاه کنید، غذایی که انسان در 20 سالگیش میخوره با غذایی که انسان در 70 سالگیش میخوره، چی داره تغییر میکنه؟ اون بدنیت داره تغییر میکنه. الان دیگه همسر وفادار نداری، بچه ها ترکت میکنن، پول تو جیب نیست، اینها عذاب بهت میده، آلام رو داری میفهم. این بدنیتشه، اونم هویت فکریشه، بابات اینه، نمیدونم مادرت اینه، نمیدونم از نظر شخصیتی اینی، تجزیه تحلیل، این دوتا میاد جلو. حرفایی که همیشه زدم، هویت فکری، یاد میدونم از کی دارم این صحبت رو میکنم، دارم باز میکنم. این پدیده‌ای که به نام ایگو روی این ضمیر ناخودآگاه رو گرفته، که ساختاریه از نوع جسم بدنیت، این چیزایی که من گفتم، سلامتی، مریضی، خوبی، ببینم بچه هات خوبن، بچه ها خوب نیستن، همه اینها، و هویت فکریت، آدم با شخصیتی هستی، یک ایرانی با درست حسابی این کار انجام نمیده، یک آمریکایی اصیل این کار رو نمی کنه، هزاران هزار کشور من خیلی پیشرفته است، نژاد من خیلی بالاتره، ما از یک خون پاکی، تمام این مزخرفات، تمام این مزخرفات که به وجود میاد، تو داری این ایگو رو من میگیری.
و میگی این ایگو منم. تا اصلا خودت غیر از این تصور میکنی؟ چون در پرده پنداری، چون در پرده پنداری، چون در پرده پنداری. تو خودت رو این میبینی. چی از دستت میره؟ اون خود زفتت، اون خودی که اصل توه، اون خودی که اصلا اینا رو پشی، اصلا اینا رو داره فقط یک کف میبینه و تو در اینها اسیر میمونی. اینا تو رو رها نخواهند کرد. بعضی دقیقاً بیت مولاناست، بعضی میگن بمیریم راحت میشیم، میگه فکر کردی کاش که اینجوری بود. از اول بدبختیت شروع میشه. تو فکر میکنی اینها در این چهارچوب فقط تو رو اسیر دارن میکنن. اینجا اونجاییه که میگه حفره کن، تا میتونی حفره کن، ولی اینا تو رو رها نخواهند کرد، اینا بیچارت خواهند کرد. اگر این پرده پندار پاره نشه، تو میتونی آدم خوبی باشی. ممکنه یه سیرهایی هم در این اسارت زندان جهان میکنی که به نسبت راحت تری، و یا بدیهایی میکنی که بدتری، جایی که زندگی میکنی برای سیری که خواهی بود، در نشئهی که حرکت میکنی. الان ما تو یک نشئه ایم، زمانی که در اسپرم بودیم یک نشئه دیگه بودیم و همینجور جاهایی دیگه که میریم. اما اون پرده پندار پاره نشه، همه اینا بی خوده. پرده پندار بباید درید. مردان خدا پرده پندار درید. خب اینم من براتون بگم. میگه که شما، ما وقتی که در عرفان از جهالت صحبت میکنیم، جهالت در عرفان یک معنی مشخصی داره. من راحت براتون بگم عرفان جهالت درش معنی مشخصی داره. یه داستانی براتون بگم، این داستان حرفم مقدار باز میکنه. میگه زمانی که میرداماد و همین شیخ بهایی و میر فرندرسکی و اینا درس میدادن، خب شاه عباس پول میداد دیگه، پول به این مدارس میداد که اینا درس بدن. یه زمانی 4-5 10-20 نفر آدمو فرستاد، گفت برید اینجا ببینین این میرداماد و اینایی که اونجا دارن درس میدن، همینجا دارن یللی تللی میکنن اما پول مفت میگیرن، یا یعنی اینکه نه واقعا دارن درس هم میدن. اینا میرن به عنوان شاگرد قاطی شاگردای اینا میشن. میرداماد میفهمه، چون مشخص میشه کسی که واقعا اومده درس یاد بگیره، یا کسی که اومده مچتو بگیره، یا کسی که اومده خرابت کنه. خب اینو یه استاد بلافاصله میفهمه. بعدم اون جایی که خودش میزنه به مظلوم، نه من واقعا سوال من نمیدونم، میخواد خودش رو، میخواد استاد رو احمق کنه، نمیفهمه که داره خودش رو تحمیق میکنه. ولی استادی که مثل میرداماد میفهمه آقا تو شاگرد نیستی، تو اومدی خراب کنی. اینا هیچ سوال میکنن، سوالای مختلف. میرداماد میگه نمیدونم، برای اینکه اینا رو به حرف بیاره. هی میگه یا نمیدونم جواب این چیه، جواب اون چیه. میگن که بابا جان، یه دفعه صداشون در میاد، عصبی میشن، اینایی که شاه فرستاده بوده، این همه پول از اعلی حضرت میگیرین، اخ اینجا ما هر سوالی میکنیم میگین نمیدونیم، شما چی میدونین؟ میرداماد میگه بابا جان، اعلی حضرت به خاطر ندانسته های من به من پول میده. اگر بخواد به خاطر دانسته هام پول بده که اصلا نباید بهم پولی بده، من چیزی نمیدونم. کلام خیلی مهمه. یعنی اینکه تو این دنیا بیکرانه هست داستان. جهالت یعنی چی؟ جهالت یعنی اینکه من برم کتاب بخونم مثلا بدونم آقا چه میدونم این سیاره چطور میچرخه، اتم چجور کار میکنه، نمیدونم برق، هی اطلاعات جمع کنم. ما به اینها نمیگیم دانایی، ما به اینها نمیگیم آگاهی. جهالت اینه که تو میخوای ابن سینا باش، تو میخوای اینشتین باش، تو میخوای هر کسی باش، فرقی نمیکنه. وقتی که خودت رو نشناختی، وقتی که بر این خودی که بر پشت پرده پندار واقف نباشی، از نظر عرفان جاهلی. حالا تو بگو آقا من پروفسور فلانم، میگه آقا اینها همش مال این کسرت تو دوی، همش از پشت این، از پشت این پرده پندار میبینی. من دارم به تو میگم اینو حفره کن. خب
حالا میایم چی میگیم؟ میگیم آقا پس ما یعنی تمام این زندگی، تمام این کسرت رو ول کنیم بریم حفره کنیم. میگه نه، خیلی جالبه، میگه من همچه چیزی رو، مگه من مولانا این کار کردم؟ میگه نه، تو باید بدونی که اینها یک نمودند، هر اون چیزی رو که یک جلوه، حقیقت اینها سوای اون چیزیه که تو اینها رو داری درک میکنی. این اولین قدمه برای حفره کردن، یعنی داشتن ارتباطات. من براتون یه مثال میزنم. شما در هر کدومتون در طی زندگیتون شاید چه میدونم 100 تا دوست داشتین، 500 تا دوست داشتین، هر چی رفت آمده مختلف داشتین. خب اینا همون آدمان دیگه، اینا همون نمودهان دیگه. اما چطور میشه وقتی که میای توی سیر انفس، همون آدم در که تو نسبت بهش متفاوت میشه؟ این آدم همون آدمه دیگه. ببینی ارتباط رو عوض میکنی، نه اینکه ما اینا رو ول میکنیم میگیم آقا اینا همه توهمه، بلند شیم بریم توی غار بشینیم، بگیم آقا خدایا زودتر حفره کنیم، منم که نون نمیخورم، منم که دارم عبادت میکنم، منم که دارم پرستش میکنم. میگه هیچ کدوم از اینها اینو باره نخواهد کرد، فقط و فقط آگاهیه. و ما یعنی عرفا منظورمه، برای این راهکارهایی داریم و پیشنهاداتی بهت میدیم که بتونی این حفره رو بکنی، بتونی این پرده پندار رو پاره کنی. ولی اینی که بکنی نکنی بستگی که به تو داره. من عطار، من مولانا، من شانکاره، هر کسی، فقط میتونم تولز دستت بدم، وسیله دستت بدم، اونم در آگاهی. پس حالا میبینید وقتی که داری میگه آینت قماز نیست، یعنی این که آقا برم عبادت کنم، برم توی غار بشینم فقط صبح تا شب دلا راست شم، برم خدمت به خلق بکنم. میگه هیچ کدوم از اینا ما نمیگیم بده، ما نمیگیم خوبه، اینها متعلق به نمودهاست، به نمودهاست. اون چی که ما میگیم تو باید نمودها رو پاره کنی، به هیچ عنوانم بهت نمیگیم از این نمودها جدا شو. اون کارو بکنی حفره نمیتونی بکنی، باید با این نمودها برخورد کنی، باید بری فقط نوع ارتباطت، نوع درکت با این جلوه ها متفاوت میشه. ولی اینی که فکر کنی پرده پندار رو پاره نکنی، از این زندان رها نخواهی شد. حالا باز تفاوتش رو با بسیاری از مسائل دینی و ظاهری دارید میبینید. فقط فردا برای من نفرستین که آقا پس فلان دین که اینو میگه، آقا من با دین کاری ندارم، من دارم وحدت وجود رو توضیح میدم و دارم توضیح میدم که بحث پرده پندار چیه. توجه کردی؟ یعنی ما به هیچ عنوان به گوشه نشینی، به ترک جان. ببینید من دارم میگم آقا برو کمک کن به انسانها، خیلی هم خوبه، هم نوعت، هم میخوای بکنی بکن، اما اینجوری نمیتونی باج بدی پرده پندار رو پاره کنی. میگی نمیدونم روزی 4 ساعت زیمزومزوم میکنم، گوشتم نمیخورم، سیگارم نمیکشم، نمیدونم. میگم آقا اینا همه شاید من نمیدونم، من پزشکم، نمیخوام اظهار نظر کنم، شاید بعضی پزشکا بگن سلامت، بعضی هم بگن نیست برای بدن، اما این پرده پندار رو پاره نمیکنه. پرده پندار فرم دیگه‌ایه که پاره میشه. من فقط چون خیلی صحبت کردم اجازه بدین یکی دو تا بیت بخونم براتون که ببینید این حرفایی که من دارم میزنم. اول چیزی که براتون میخونم از عطار، حالا به حضرت مولانا میرسم که میبینید اینها همه این چیزایی رو که من دارم میگم اینها گفته های ایناست، نمیخوام اینا از دست بدم. امیدوارم تا یه حدود زیادی حرفام روشن بوده باشه. از عطار براتون میخونم. ای روی در کشیده به بازار آمده، خلقی بدین تلسم گرفتار آمده. یه نقاب زدیم تو صورتمون، جسمانیت رو پوشوندیم، اومدیم پشت پرده پندار و رفتیم در بازار زندگی در این جهان، و این تلسمیه که ما رو اسیر کرده. من هویتی، این ایگو داره به من میگه من اصلم. این داره میخواد تو رو متوجه کنی که این ایگو، این هویت فکری پوچه، این هویت فکری یک توهمه.
نه تو با شخصیتی، نه تو بی شخصیتی، نه تو نمیدونم ضعیفی، نه تو قوی، نه تو تو هیچ کدوم اینا، همش استانداردهای اجتماعیه. ببینید من این حرفو براتون بزنم، بقیه ابیاتو بخونم. ببینید ما زمانی که از این مسئله وجود صحبت میکنیم، با وقتی شما میان توی آدمهای عادی، میان توی عوام الناس، اینایی که حالا به هر دینی که هستن، ببینید ما در زندگی اجتماعی خودمون یه چیزهایی داریم خوبه، یه چیزهایی داریم بده. این مربوط به زندگی اجتماعی ماست. یعنی چی؟ یعنی اینکه من در این زندگی اجتماعی الان اگه چراغ قرمز شد باید وایسم، اگر قرمز رو رد کنه ممکنه یه ماشین بیاد بزنه، حالا بکشه، زخمیم کنه یا اون زخمی بشه، باید وایسم. من نمیتونم راه بیفتم 100 تا کار مختلف بکنم، باید بقیه هم زندگی کنم. اینه مقتضیات زندگی اجتماعی ماست. اما این وجودی که من دارم ازش صحبت میکنم اصلا کاری به این خوبی و بدی های ما نداره. این خوبی ها و بدی ها مقتضیات زندگی ماست. اگر خدا بخواد با این خوبی ما و با این بدی ما مچ کنه، بزرگترین پرده پنداره که ما داریم. برای چی میگیم خدا میدونم عادل نیست؟ خدا مثلا میگم این همه ظلم مگه نمیبینه؟ یه دوستی برای من فرستاد، خب این همه ظلم هایی که در دنیا میشه چرا خدا؟ گفتم خیلی خانم فرض کن خدا همه این ظلم ها رو از بین برد، عدالت شد، 4 روز نشده پرده پندار ما دوباره ظلم رو بلند میکنه، خب دوباره خدای تو بیا دوست. اصلا بس برای چی من تو اینجا هستیم؟ خیلی خود فکر کنیم. این خوبی ها و بدی ها برای زندگی من و تو در این چارچوب زندگی مادی است. خدا کاری به این چیزا نداره. و متاسفانه چون سیستم اتوریتی ها، کسانی که بر سیستم حاکمن، به خصوص سیستم کپیتالیسم، چه کپیتالیسم امروزی چه کپیتالیسم 1000 سال پیش، ارباب رعیتی 1000 سال پیش، اینها مجبورن پای خدا رو بکشن وسط، چون خوبی بدی ها رو اینها تعیین میکنن. توجه میکنی؟ غیر از یه چیزایی که واقعا اقتضاییاته، یه چیزایی واقعا برای همه خوبه، اینا مجبورن هی پای خدا رو بکشن وسط. وقت من و تو هم وقتی که میشینیم توی این پرده پندار نگاه میکنیم، میگیم آقا این آدم که نمیتونه مرد خود، چرا نمیتونه باشه؟ آخه ببین من این معیارها، استانداردها، اینا میخوام بگن تمام این استانداردات پوچه، اینها رو این ظالمها به تو دادن و همون هایی رو که ازش بد میگی در وجودتن دارن روت حکومت میکنن و نمیفهمی، رو سرزمین وجودتن پرده پندار بباید درید. آقا اینا رو پاره کن. هرچی اینا میگن، حالا هر کی تو هر مسلکی هست، هرچی اینا میگن این آقا این درسته، این من باید با این معیار بسنجم. خب تو اسیر میمونی در این پرده پندار، اسیر این تلسمی. تو چرا فکر میکنی که واقعا این وجود براش خیلی مهمه الان تو این کارو کردی یا اون کارو نکردی؟ این هیچ چیزی برای زندگی ما بسیارم ممکنه خوب باشه، بسیارم ممکنه مال این ظالم ها باشه. اما عزیز من اگر هر لحظه این وجود بخواد بیاد ظالم شویی کنه بره، من و تو دنیا رو از اینی که هست به گند بیشتری میکشیم. ما هم باید در نظر بگیریم که اینها میگن تو وجود داری، ادامه همین دریایی، این موجی هستی که از دریا اومدی بالا، وصل به اون وجودی، اصل تو بشناس، نه اون پرده پندار تو، اون رو باید بفهمی، نه این چیزایی که تو ذهنت کردن، حالا یا با کتاب یا با مدرسه یا با پدر مادر یا با زور شلاق. تو واقعا فکر کنی که آقا باید اینها رو پذیرفت؟ نه عزیز من، اینها زندگی اجتماعیه. قبلا هم گفتم اسیر این توهمات نشو. اون کسی که ژان پل سارتر میگفت، میگفت اون قاضی که داره فرد رو محکوم میکنه به 10 سال زندان، خودش باید بره حبس ابد با اعمال شاقه، منتها اون اتوریتی، اون سیستم اونو کرده قاضی، اینو کرده محکوم. اینا رو اصلا جدی نگیر، پاره کن این پرده های پندار رو. بگذاریم. ای روی در کشیده به بازار آمده، خلقی بدین طلسم گرفتار آمده.
غیر تو هر چه هست سراب و نمایش است. دقیقا خیال، توهم، معنی دیگش نمایشه، مظهره، نمایش رو به کار برده. ببینید، غیر تو هر چه هست سراب و نمایش است، کانجا نه اندک است و نه بسیار آمده. اونجا نه موج بلند وجود داره نه موج کوتاه وجود داره، آرامش مطلقه. اینجا حلول کفر بود، اتحاد هم، کین وحدتی است لیک به تکرار آمده. من فکر میکنم شب باید یه مقدار بیشتر صحبت کنم که حرفام چیز بشه. ببینید، این فقط داره صحبت از این میکنه که یک وحدته و فقط داره موجهای متفاوت میاد، جلوه های متفاوت میاد. شما هرگز تغییر و تغییر و حرکت در این نمیبینید. ببینید، من کلمه حرکت رو اول به کار بردم، حالا با توضیحش بدم. ببینید، شما زمانی که راجب وجود صحبت میکنید، گفتم دریا کاملا ساکنه، تکون نمیخوره. کسانی که به پانتئیزم به طور کلی در غرب از نظر فلسفی و همینجور به وحدت وجود انتقاد کردن، اونها یک همچون چیز ساکت وحشتناکی، ممکنه دو شب اول من تو اون ماه بشینم زیر این لز برام خوش، باید کلافه میشم. این سکون به چه دردی میخوره؟ بسیار مسئله مهمیه جناب عطار مطرح میکنه. من اینو براتون توضیح میدم. میگه ببین، سکون نیست در این شاخه ها. ما الان تا اینجا وحدت وجود رو دیدین، تا اینجا تمام اینا یکی هن. حالا میایین مثلا جناب عطار، خود حضرت مولانا، ملا صدرای شیرازی و کسان دیگه اینجا الان یه شاخه جدا میکنن. میگه آقا ساکن نیست، ثابته. بسیار دقت کنید، میگه ساکن نیست، ثابته، کین وحدتی است لیک به تکرار آمده. میگه آقا مگه توی بحث لفظی میکنی ثابت با ساکن مگه فرق میکنه؟ میگه بسیار فرق میکنه، بسیار فرق میکنه. میگه فرقش چیه؟ میگه فرقش اینه که ثابت ساکن نیست. یعنی چی؟ میگه آقا یعنی این که شما الان داری تو اتوبان میری، ماشینتو گذاشتی روی 100 کیلومتر در ساعت، ثابت روی 100 کیلومتر داره میره، اما یا ساکنی؟ در سرعت 100 کیلومتر ثابتی، اما ساکن که نیستی. میگه خب، میگه یعنی اونجا هر زمانی، هر لحظه‌ای داره جلوه‌های متفاوتی میکنه، کمال در نهایتشه. یعنی وجود کمال بالاتری پیدا نمیکنه، وجود رنگ و بوی خدا داره، وجود رنگ کمال پیدا نمیکنه، اما تا دلت بخواد هی داره فعالیت میکنه، هی داره جلوه های متفاوت میکنه. مثل این میمونه که تو شب توی خونه خوابیدی، صبح بلند میشی تمام دنیا همونه، فردا صبح میبینی دنیا یه شکل دیگه ای پیدا کرد، انواع و اقسام جلوه ها رو داره، ثابته اما ساکن نیست. بحریست غیر ساخته از موجهای خیش. ببین تمام چیزایی که به کار بردم، بحریست غیر ساخته از موجهای خیش، ابریست عین قطره به بازار آمده. یا اگر جای خوندین عین قطره به اعداد آمده یا به عدد آمده، اون هم گفته شده. پس بحریست که غیر ساخته و روی موج میاد،
من چون نمیخوام همه شعر رو بخونم، فقط شعر رو میخوام بخونم که مربوط میشه به صحبتهای ما. عکسی ز زیر پرده وحدت علم زده، در صد هزار پرده پندار آمده. الان دیگه کاملا این شعر رو میفهمید. عکسی ز زیر پرده وحدت علم زده، اون علم خیال، اون چادر خیال، اون چیزی که پنداره و شما دارید میبینید که در این صد هزار پندار به وجود اومده. چون در دو کون از تو برون نیست هیچ کار، صد شور از تو در تو پدیدار آمده. زلف تو پیش روی تو افتاده دادخواه، روی تو پیش زلف به زنهار آمده. ای ظاهر تو عاشق و معشوق باطنت. این رو دنبالش میگشتم. ما زمانی که عاشق داریم میشیم، عاشق خودمون داریم میشیم، عاشق اون خود داریم میشیم، معشوق اون خوده که وصل به اون بیکرانگیه. در ظاهر من عاشقم، ولی عاشق کی هستم؟ عاشق باطن خودم هستم. اون خود زفت، اونه که داره در من هی جلوه میکنه و اونه که رنگ و بوی برحمن رو داره، اونیه که رنگ و بوی الوهیت رو داره. ای ظاهر تو عاشق و معشوق باطنت، مطلوب را که دید طلب کار آمده. ای چگونه رو نماید چو هر چه هست، این دگر یکیست سزاوار آمده. این آن قلندر است که در من یزید او، تسبیح در حمایت زنار آمده. دستم از این حدیث شده زیر ملحقه، پس چون زنان روی به دیوار آمده. میگه که تمام اینهایی که دارم صحبت میکنم، بیشتر از این نمیتونم حرف بزنم، بیشتر از این نمیتونم داستانها رو بیان کنم، چون من وقتم خیلی تنگه. اجازه بدید یک ابیاتی رو هم از مولانا بخونم که این صحبت رو باز کنه. خب، ببینید، این رو از همین دفتر اول براتون میخونم، از مثنوی، که ببینید چقدر این حرفا با هم همخونی داره. اولا به این بیت توجه کنید و بقیهش برسیم. طفل با دایه نه استیزد ولیک، گرید و گرچه نه بد داند نه نیک. بچه وقتی که میاد، وقتی گشنش میشه، گریه میکنه برای تایش، گریه میکنه برای شیر. این نمیدونه گریه میکنه این چیز خوبیه یا بدیه، ولی میدونه که باید گریه کنه تا شیر بخوره. این میدونید یعنی چی؟ این همون خوابگردانی یک من دقیقه دو جلسه قبل گفتم. بچه قصدش این نیست که با مادر بجنگه، فقط میدونه که گریه کنه بهش قضا ممکنه برسه. حالتهای درک شهودی ما مثل همین موضوع میمونه. تجربهش میکنی، اصلا نمیدونی ربطش این چیه. مثلا بچه چه میفهمه وقتی که این داره گریه میکنه یعنی تایه به شام بده، به شیر بده؟ توجه کردین؟ اما وقتی که میگریه میبینه که شیر اومد. ما زمانی که در آگاهی های شهودی وارد میشیم، آگاهی های شهودی همینجور مثل اون بچه است که یک چیزهایی رو میفهمه اما نیک و بدش رو نمیفهمه، به کجا می انجامه نمیفهمه، زمان میبره که جا بیفته درش. ما چو چنگیم، از اینجا این صحبتایی که کردم شروع میشه. ما چو چنگیم و تا
تو زخمه میزنی، زاری از ما نه تو زاری میکنی. ما چو ناییم و نوا در ما ز توست، ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست. همون مثال موج دریا که داره از دریا میاد. ما چو شطرنجیم اندر برد و مات، برد و مات ما ز توست ای خوش صفات. این مهرهای شطرنج اونه که داره حرکت میکنه. ما عدمهاییم، ما عدمهاییم و هستیهای ما، تو وجود مطلقی فانی نما. بسیار زیبا مولانا میگه، میگه ما همه نیست این پندارها، این کسرت که ما در ظاهر داریم میبینیم این نیست، این رو پرده پندار ما داره میسازه. وجود واقعی درخت ها، انسان ها، آسمان ها، همهش یه چیز دیگه است. ما در ظاهر داریم یه هستی نما میبینیم، اما همین هستی نماها، همین کسرت ها مانع میشن از این که ما اصل هستی، اصل وجود، اون مطلقی که من ازش صحبت میکردم رو ببینیم. مثل ابری که جلوی خورشید رو میگیره، ما فقط ابر رو میبینیم، دیگه خورشید رو نمیبینیم. ما وقتی که چشممون در این کسرت هاست، اصل وجود رو نمیبینیم. این مسئله ای که اینها انقدر اصرار دارن که برو تو زندگی، ولی به شرط این که بدونی هستی های این موجودات متفاوتن با اون چیزی که تو داری الان رو در رومشی رو درک میکنی. اون وقت اون هستی که فانی خودشو داره نشون میده، گفتم وقتی میبینی یواش یواش جلوه میکنه، اصل هستی رو میبینی. اونها خودشون رو فانی میکنن، نیستن، برای اینکه این کسرت، برای اینکه این پرده پندار همه هستی رو متوجه این کسرت ها کرده. درخت، ستاره، آسمون، زمین، خوبی، بدی، زشتی، زیبایی، خوشی، الم، همه اینها ما رو چیز این کرده. ما عدم هاییم، یعنی تمام این ظاهرها عدمه، هیچ کدوم حقیقت وجودی ما چیزی دیگه است، همونجور که حقیقت وجودی درخت چیزی دیگه است. ما عدم هاییم و هستی های ما، تو وجود مطلقی فانی نما. ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم به دم. حملمان پیداست و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. من موج دریا مثال زدم، مولانا شیران علم مثال زد، شیرانی که رو عکس شیر که رو بیرق روی پرچم میذاشتن. باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست. لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را. این چند تا بیت از جناب عطار و جناب مولانا خوندم فقط برای اینکه شما دقیقاً ببینید که این صحبت ها بسیار زیاد بود، وقت من هم خیلی گذشت، حرفام هم باز موند. بقیهش رو انشالله در هفته بعد ادامه میدیم. خسته نباشین تا هفته آینده. روابط عمومی هستی عریان.